بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شاگردان عزیزم. امیدوار هستم که همگیتان در صحتمندی کامل به سر ببرین و روز روزگارتان به خوبی و خوشی بگذره، در کنار خانواده های محترمتان زندگی خوب و آرامی را داشته باشین. عزیزان دل، امروز هم آمده مهمان خانه های شما شدم با یک درس جالب از کتاب کیمیای صنف دهم. امیدوار هستم که درس‌های گذشته را خوب یاد گرفته باشین، ویدیوهای قبلی ما را تماشا کرده باشین و مشکلی نداشته باشین. در ویدیوی قبلی شما، یعنی ما و شما آغاز کردیم یادگیری قوانین گازات را و اولین قانونی را که در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم قانون بایل ماریوت بود. یادتان میاد که در این قانون راجع به چی صحبت می‌شد؟ رابطه کدام فاکتور با کدام فاکتور مورد بررسی قرار می‌دادیم؟ آفرین به شما شاگردان لایق. بله، در قانون بایل ماریوت رابطه بین حجم و فشار یک گاز را در صورتی که حرارت و مقدار ماده گازی ثابت باشه ما مورد بحث و بررسی قرار دادیم. گفتیم که در صورتی که حرارت ثابت باشه، مقدار ماده گازی هم ثابت باشه، بین حجم و فشار یک گاز رابطه معکوس وجود دارد. با افزایش فشار حجم کاهش پیدا می کند و با کاهش فشار حجم افزایش پیدا می کند. خب یک کارخانگی هم براتون داده بودم، گفته بودم درس دوباره مرور بکنین که انشالله کار انجام داده باشین. با این امید درس امروز خود آغاز میکنیم. امروز میخواییم که دومین قانونی که در مورد گازات وجود داره با هم یاد بگیریم و قانون چی هست؟ قانون چارلز هست. قانون چارلز چی را مورد بحث و بررسی قرار میده؟ تأثیر حرارت بر گازات را. تأثیر چی؟ حرارت را بر گازات مورد بحث قرار میده. عزیزان دل، در قانون بایل حرارت ثابت بود، در قانون چارلز فشار را ثابت میگیریم. چی را ثابت میگیریم؟ فشار. در قرن 18 فیزیکدان فرانسوی به نام جیم چارلز تغییرات حجم گازات را با حرارت گازات در صورتی که فشار ثابت باشه مورد بحث قرار داد و به این نتیجه رسید که در صورتی که فشار ثابت باشه، مقدار ماده گازی هم ثابت باشه، بین حجم و حرارت یک گاز رابطه مستقیم وجود داره. یعنی چی رابطه مستقیم وجود داره؟ یعنی در صورتی که حرارت افزایش پیدا بکنه، حجم یک گاز هم چی پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. اما در حالتی که فشار ثابت باشه، مقدار ماده گازی هم ثابت باشه. پس قانون چارلز چی میگه عزیزان دل؟ میگه در صورتی که فشار ثابت باشه، این دفعه من ثابت نوشتم میکنم که دیگه شما براتون سوال پیدا نشه که، در صورتی که فشار ثابت باشه، مقدار ماده هم چی باشه؟ ثابت باشه. چی ثابت باشه؟ فشار و مقدار ماده ثابت باشه عزیزان دل. خب در این حالت حجم یک گاز با حرارت گاز تناسب مستقیم داره. چی داره؟ تناسب مستقیم داره. حالا اگر ما بخوایم این علامت تناسب را به تساوی تبدیل بکنیم، باید یک عدد ثابت را در یکی از طرفین چیکار بکنیم؟ ضرب بکنیم. خب پس ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم در صورتی که حجم مساوی میشه با حرارت، که یک عدد ثابت به نام کر در حرارت ضرب بکنیم. خب عزیزان دل، پس قانون چارلز میگه در صورتی که فشار گاز ثابت، مقدار گاز ثابت باشه، بین حجم و حرارت گاز رابطه مستقیم وجود دارد. با افزایش حجم، با افزایش حرارت، حجم افزایش پیدا می کند و با کاهش حرارت حجم کاهش پیدا می کند. خب از اینجا اگر ما بخوایم کر به دست بیارم که یک مقدار ثابت هست، می تانم که نگیم طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، V یعنی حجم تقسیم بر حرارت مساوی می شه با که. دقت کردید؟ حاصل تقسیم حجم یک گاز بر حرارت یک گاز یک مقدار ثابت هست بر اساس قانون چارلز. دوباره تکرار میکنم، حاصل تقسیم حجم یک گاز بر حرارت یک گاز در صورتی که فشار ثابت باشه یک مقدار چی هست؟ ثابت هست. خب طبیعتا مثل که در قانون بایل گفتیم،
گازات حجم و حرارت ابتدایی دارن، حجم و حرارت دومی دارند. خب پس ما حجم و حرارت ابتدایی گاز رو میگیم V1 T1 مساوی میشه با K حاصل تقسیم حجم ابتدایی یک گاز بر حرارت ابتدایی آن، یک عدد ثابت هست. همچنان حاصل تقسیم حرارت دوم یک گاز و حجم دومی یک گاز بر حرارت دومی یک گاز هم یک مقدار ثابت هست. خب که ها با هم مساوی هستند، طرف دوم تساوی مساوی است، پس طرف اولشان هم با هم مساوی است. پس میتونیم نوشته کنم که V1 بر T1، البته در صورتی که K1 K2 میگیم، K1 مساوی با K2 باشه. خب V1 بر T1 مساوی میشه با چی؟ V2 بر T2. دقت کردید؟ V1 بر T1 مساوی میشه با V2 بر T2. از طرف دیگه ای، مگه ما نمیگیم که حجم یک گاز با حرارتش رابطه مستقیم داره؟ حجم ابتدایی با حرارت ابتدایی رابطه مستقیم داره و حجم دومی یک گاز هم با حرارت دومیش رابطه مستقیم داره. خب همینه، باید اینجا هم نشان بدم دیگه، باید نشان بدم که V1 مساوی T1 میشه. پس میتونیم که این تناسب به این شکل نوشته کنم، V1 درست شد مساوی با T1، در مخرج از چی میاید؟ V2 مساوی میشه با T2. حال بهتر نشد؟ بله، حال ما دقیقا قانون چارلز را بیان کردیم. ببینید V1 مساوی با T1، V2 مساوی با T2. خلاصه V1 بر V2 مساوی میشه با T1 بر T2. خلاصه قانون چارلز. تکرار میکنم، قانون چارلز چی میگه؟ میگه در صورتی که فشار یک گاز ثابت باشه، مقدار مول های یک گاز یا مقدار یک گاز هم ثابت باشه، بین حجم و حرارت گاز رابطه مستقیم وجود داره. با افزایش حرارت یک گاز، چون وقتی حرارت افزایش پیدا میکنه، جنب و جوش و حرکت مولکول های گاز افزایش پیدا میکنه، در نتیجه فاصله شان از هم زیاد میشه، حجمش هم افزایش پیدا میکنه. پس با افزایش حجم یک گاز حرارتش افزایش، یا برعکس با افزایش حرارت یک گاز حجم یک گاز افزایش پیدا میکنه و با کاهش حرارت حجم هم کاهش پیدا میکند. با استفاده از این تناسب ما میتونیم که یک مثال هم حل بکنیم. شما بیاین مثالی را حل میکنیم که در گفته که یک گاز ایدئال در 25 درجه سانتیگراد. عزیزان دل دقت کنید، تی خرد که به حساب به خاطر نشان دادن درجه سانتیگراد از تی خرد استفاده میکنیم، 25 درجه سانتیگراد هست. خب گفته که حرارت ابتدایی یک گاز T1، اما ما قرار شد که در گازات ما دیگه از تی کوچک استفاده نکنیم، از درجه سانتیگراد استفاده نکنیم، از چی استفاده کنیم؟ از کلوین استفاده کنیم که با تی کلان نشان میدیم. کلوین رو چگونه به دست میاریم؟ درجه سانتیگراد هر چقدر برای ما داده شده باشه جمع 273 میکنیم. پس به این شکل من مینویسم عزیزان دل که این دیگه مینویسم T1 درجه حرارت ابتدایی 25 درجه جمع 273 درجه کلوین. خب میگم 25 جمع 273 میکنم که حاصل میشه چقدر عزیزان دل؟ که حاصل شده 298 درجه کلوین T1. دیگه چی را داده؟ گفته به اندازه 1.28 لیتر حجم اشغال میکند. V1 چقدر هست؟ 1.28 لیتر میشد V1. همیشه یادتان باشه عزیزان دل، وقتی مسائل مربوط به گازات را حل میکنین، همیشه باید تی شما تی کلان باشه و درجه حرارت بر حسب کلوین باشه، نه بر حسب درجه سانتیگراد. درجه سانتیگراد رو باید هر چقدر که برای شما داده شده باشه با 273 جمع بکنید. خب دیگه چی گفته در سوالتان؟ در صورتی که حرارت به 50 درجه برسه، یعنی T2، پس میخوایم T2 رو به دست بیارم، باید 50 درجه را جمع 273 بکنم که میشه چقدر؟ بله 323 323 درجه کلوین T2 ما هست. چی رو از ما خواسته؟
حجم گفته چقدر تاثیر میکنه، وی دو را خواسته. خب من میایم رابطه را نوشته میکنم، وی یک تقسیم بر وی دو مساوی تی یک تقسیم بر تی دو. چی مجهول هست وی دو؟ به خاطر که ما وی دو را به دست بیاریم، وی دو مساوی میشه با طرف معلوم، یعنی وی یک ضرب در تی دو تقسیم بر تی یک. دقت کردید؟ طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، که ضریب مجهول ما چی هست؟ تی یک هست. خب مقدارها رو جایگزین میکنم. وی یک چند است عزیزان؟ 1.28 لیتر ضرب در تی دو چند است؟ 323 درجه کلوین. در مخرج چی میآید؟ تی یک 298 درجه کلوین. کلوین با کلوین میمانه، لیتر واحد لیتر میمانه. چقدر شده؟ 1.39 لیتر شده مساوی با چی؟ وی دو. ببینید براحتی شما میتونید که مسائل مربوط به قوانین گازات را هم حل بکنید، در صورتی که شما معلوم و مجهولتان را مشخص بکنید و درجه حرارت را حتما از سانتیگراد به کلوین تبدیل بکنید. خب امیدوار هستم که درس امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در درس امروز ما قانون چارلز را خواندیم. خلاصه قانون چارلز میگه زمانی که فشار و مقدار مولهای یک گاز ثابت باشه، بین حجم و حرارت رابطه مستقیم وجود دارد، با افزایش یکی دیگریش هم افزایش پیدا میکنه و با کاهش یکی دیگری هم کاهش پیدا میکنه. به حیث کارخانگیتان عزیزان دل، لطفاً قانون چارلز را یک بار دیگر مرور بکنین، مسائل مربوط به این قانون را که در کتابتان هست حل بکنین. تا جلسه آینده خدا و حافظ و نگهدار همه شما باشند.